سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه نگاهی عمیق‌تر به ایمان یک درس دیگه از این مجموعه دروس رو با همدیگه خواهیم داشت این درس ما در این هفته ادامه بحث جلسه قبل هست که ما بحث الهام کتاب مقدس رو با هم شروع کردیم و نتونستیم تموم کنیم و امروز میخوایم ادامه اون رو داشته باشیم خوب میشه که با هم دعا کنیم و این درس رو شروع کنیم خداوند تو رو شکر میکنیم برای کلامت که الهام تو هست و دم تو هست و تو رو برای ما آشکار میکنه تو رو شکر میکنیم برای این کلام مکتوب که ما میتونیم با خوندن اون تو رو بیشتر بشناسیم خداوند دعا میکنیم که در بررسی این موضوع خیلی مهم روح تو ما رو هدایت بکنه در نام مسیح میطلبیم آمین خب ما جلسه قبل به این موضوع پرداختیم که پولس رسول میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست وقتی میگه تمامی کتب مقدس لازم به تاکید هست که منظور کتب مقدس یهودیان و مسیحیان هست که در کتاب مقدس گردآوری شده و الا منظور پولس کتاب های مقدس همه ادیان نیست بلکه به طور خاص کتاب مقدس مسیحیان هست که همونطوری که میدونید شامل عهد عتیق و عهد جدید میشه عهد عتیق در واقع همون کتاب های یهودیان هست کتاب های مقدس یهودیان و عهد جدید که مربوط به عیسی مسیح میشه پس منظور پولس این کتاب هست که تمامی کتب اون چون متشکل از کتاب های زیادی هست تمامی کتب اون الهام خداست و ما جلسه قبل نگاه کردیم و مقایسه کردیم الهام رو با وحی و هدف ما این بود که نشون بدیم که وقتی میگیم کتاب مقدس تمامش الهام خداست معنیش نیست که تمامش وحیه یعنی وحی تنها سبک صحبت کردن خدا با انسان نیست خدا به شکل‌های مختلف در کتاب مقدس با ما صحبت کرده و خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم قسمتی که از کتاب مقدس داریم میخونیم چه سبکی داره و الا دوچار اشتباه خواهیم شد و ما در جلسه قبل راجب به مزامیر نگاه کردیم لوقا رو نگاه کردیم و یه اشاره هم به به کتب ارمیا کردیم و هفته پیش جلسه پیش دیدیم که مزمور ما در کتاب مزامیر وحی نداریم در خیلی از جا بلکه در واقع همون الهام هست و خیلی از مزامیر دعای انسان به خدا هست و صحبت انسان هست ولی خدا خواسته که عینا همونطور نوشته بشه و از طریق اون با ما صحبت میکنه همینطور در مورد لوقا ما صحبت کردیم حالا میخوام یه چند تا آیه در مورد ارمیا بخونیم که نشون میده که در کتاب مقدس ما وحی هم داریم و یکی از انواع کلام خدا هست یا یکی از انواع میتونیم بگیم نحوه صحبت کردن خدا با انسان هست کی میخواد ارمیا رو بخونه ارمیا باب 18 رو اگر نگاه بکنی چند تا آیه از این قسمت ما بخونیم ارمیا 18 میتونید از آیه 6 بخونید لطفا بله یه نفر بخونه برای ما خداوند میگوید ای خاندان اسرائیل آیا من مثل این کوزگر با شما عمل نتوانم اگر ممکنه آیه پنج رو هم بخونید لطفا انگاه کلام خداوند به من نازل شده گفت خداوند خداوند میگوید ای خاندان اسرائیل آیا من مثل این کوزگر با شما عمل نتوانم نمود؟ زیرا چنان که گل در دست کوزگر است همچنان شما ای خاندان اسرائیل در دست من می باشید. خیلی ممنون فکر می کنم چون وقتمون کمه همین یک آیه گویای مطلبه اینجا ببینید ارمیا میگه که کلام خداوند بر من نازل شده گفت یعنی خدا مستقیم داره چکا میکنه داره صحبت میکنه انگار داره در واقع خیلی نزدیک میشه به مفهوم دیکته خدا داره مستقیم صحبت میکنه و میگه ای خاندان خداوند میگوید ای خاندان اسرائیل آیا من مثل این کوزگر با شما عمل نتوانم نمود میگه من اینجا وقتی میگه من این من کیه خود خدا هست یعنی خدا گوینده هست اینو بهش میگیم وحی پس توی کتاب مقدس ما وحی هم داریم کتاب مقدس شامل کتاب هست که اونها هم وحیه یعنی خدا در اونها از این طریق به طور مستقیم کلمه به کلمه با ما صحبت میکنه ولی همه یه کتاب مقدس وحی نیست وحی معمولا توی کتب انبیا پیدا میشه خیلی خوب بیاید یه قسمت دیگر رو حالا بخونیم که باز یه شکل دیگری از صحبت کردن خدا رو با ما در میون میگذاره اول قرنتیان باب یک آیات یک تا سه رو لطفا یه نفر برای ما بخونه شما بخونید لطفاً از پولس که به خواست خدا فرا خوانده شده است تا رسول عیسی مسیح باشد و از برادرمان سوستنیس به کلیسای خدا در قرنتس که در مسیح عیسی تقدیس شده و فرا خوانده شده اند تا قوم مقدس خدا باشند همراه با همه آنان که در هر جای دیگر نام خداوند ما عیسی مسیح را می‌خوانند که خداوند ما و نیز خداوند ایشان است فیض و آرامش از سوی خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح بر شما بود خیلی ممنون و بعد میبینیم که پولس ادامه میده درسته؟ در اینجا وقتی شما نگاه میکنید این به اصطلاح کتاب رو نگاه میکنید که یک قسمت از کلام خدا هست بنابراین الهامی هست الهام خدا هست دم خدا هست وقتی نگاه میکنیم میبینیم سبک این کتاب باز فرق داره با اونایی که تا حالا نگاه کردیم در جلسه قبل اینجا ما با یه نامه سر و کار داریم اینطور نیست اینجا شما نامه دارید خود در ابتدا میگه چی این, 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 نوشته گوینده کیه توش میتونید بگید به من گویند کی داره حرف میزنه تو این نوشته آ کاملا مشخص خودش تو آیه اول میگه میگه از پولس پولس داره صحبت میکنه از پولس و خودش رو معرفی میکنه میگه به خواست خدا فرا خوانده شده که رسول باشه و بعد این نامه رو داره به کی مینویسه پولس به کلیسای خدا در قرنتوس بله پس گوینده پولس هست نامه ای داره می نویسه این نامه است و از این نو نامه ها کلن سبک نامه ما نامه های زیادی از یونان باستان داریم درسته؟ که سبکش و شکلش مثل همینه اینجا پولس که رسول خداوند بود ها که رسول خداوند بود داره به یکی از کلیساهایی که خودش تأسیس کرده بود نامه ای می نویسه و گوینده پولسه و وقتی بقیه این نامه رو میخونیم میبینیم که اول خدا رو اینجا سلام و عبال پرسی میکنه بعد خدا رو شکر میکنه برای اونها بعد شروع میکنه به یک سری مشکلاتی که کلیسای قرنتوس داشت رسیدگی کردن وقتی ما باز از خ... اگه بپرسیم از خودمون که خب چ... چطوری پولس چطوری اینکه نوشته پولسه یعنی چی که کلام خداست و الهام خدا آیا آیا این وحیه آیا ما اینجا وحی داریم آیا میتونیم بگیم این نوشته از سبک وحیه به نظر شما آه؟ نه وحی نیستش اینجا اینجا ما سبک نامه رو داریم یعنی باز قضیه از این قرار نبوده که مثلا پولوس داشته مثلا توی باغ خودش یه مقدار باغبونی میکرده یا مثلا داشته غذا درست میکرده که با تیموتائوس و مثلا سیلاس بشینن با هم دیگه بخورن یه دفعه باز یه چیزی صداش کرده پولوس بیا بشین و من میخوام با تو صحبت کنم پولوس رفته یه جایی نشسته و خدا شروع کرده بهش دیکته کردن که این چیزا رو بنویس نه همچین چیزی نیست کاملاً از صحبت‌های پولوس مشخصه تو خود همین نامه پولوس به ما میگه چطور شد که نوشت خودش به ما میگه که یه عده یه کسایی از خانه خلوه که یه خانم تاجری بود که این خانوم در افسوس اونجا ساکن بود و در قرنتوس تجارت میکرد خادمانش میرفتن در قرنتوس تجارت میکردن و این خادمان این خانم خلوه،, خلوه که در افسوس ساکن بود خادمانش از قورنتوس خبر میارند که وضع کلیسای قرنتوس یه مقدار چیه؟ خرابه مشکلاتی اونجا بروز کرده در کلیسای قرنتوس تفرقه ها به وجود اومده و خبر میارن برای کلوه و کلوه میاد این موضوع رو با پولس چیکار میکنه در میون میذاره پولس متوجه میشه که کلیسایی که در قرنتوس تاسیس کرده بود پولس خودش اون موقع تو افسوس بود وقتی که میشنوه که کلیسایی که در 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 قرنتوس تاسیس کرده دوچار مشکلاتی است به عنوان شبان به عنوان رسول به عنوان کسی که پیام خداوند رو به اونان بسیار رسونده بود میخواد که در صدد اصلاح بر بیاد نامه ای می نویسه که مشکلات اونها رو چکار بکنه رفع بکنه این نامه هست و خدا خواسته که این نامه دقیقا چیه؟ دقیقا در اختیار ما قرار بگیره و کلام خداست دم خداست کلمه به کلمه شم خواهیم دید دم خداست و حاوی پیام خدا به ماست ولی در وحله اول برای کی نوشته شده؟ برای من؟ برای مهرداد؟ نه در وحله اول برای ایمانداران شهر قرنتوس در حدود دو هزار سال پیش نوشته شده ولی ما میدونیم که حاوی پیام خدا برای ما هم هست ولی اول باید تشخیص بدیم که این چه نوع کلامی است اول باید تشخیص بدیم که چه سبکی داره چون تفسیر هر کدوم از این سبکا با هم دیگه فرق میکنه یعنی برای اینکه من حالا کلام خدا رو بتونم از توی این متن برای خودم پیدا بکنم اون فن تفسیری که باید به کار ببرم برای او برای نامه فرق میکنه با فن تفسیری که باید برای مزمور به کار ببرم یا فن تفسیری که باید برای ن... یک... یک... کتاب نبوتی به کار ببرم چون نوعا فرق میکنه خدا داره به شکلهای مختلف با ما صحبت میکنه پس خیلی مهمه که ما معنی الهام رو درست بفهمیم اینجا هم پس ما وحی نداریم ولی الهام داریم همه کتب الهام خداست ولی همه کتب وحی نیستش خب حالا جامعه رو یه نفر برای ما بخونه یه قسمت دیگه که اتفاقا خیلی جالبه یه نفر لطفاً جامعه رو برای ما بیاره که باز یه قسمت دیگه هست که میتونه جالب باشه و روشنگر باشه برای ما لطفاً جامعه باب یک رو بیارید اگر یه نفر از یک تا نه رو برای ما بخونه کی میخواد بخونه؟ بله بفرمایید کلام جامعه بن داوود که در اورشلیم پادشاه بود باطل اباطیل جامعه میگوید باطل اباطیل همه چیز باطل است انسان را از تمامی مشقتش که زیر آسمان میکشد چه منفعت است یک طبقه میروند و طبقه دیگر میآیند و زمین تا به ابد پایدار میماند آفتاب طلوع می کند و آفتاب غروب می کند و به جایی که از آن طلوع نمود می باد به طرف جنوب می رود و به طرف شمال دور می زند دور زنان دور زنان می رود و باد به مدارهای خود بر می گردد جمیع نرها به دریا جا جاری می شوند اما دریا پر نمی گردد به مکانی که نهرها از آن جاری شد به همانجا باز می گردد. همه چیزها پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتوان کرد چشم از دیدن سیر نمی شود و گوش از شنیدن مملو نمی گردد. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. خیلی ممنون. باز اینجا از خودمون سوال میکنیم این یکی از کتاب خیلی جالب کتاب مقدسه که شاید بتونیم بگیم ما یه مقدار فلسفه اگزیستانسیالیستی رو از همون ابتدا داریم در واقع شروعش از همین کتاب جامعه هست گوینده اینجا کیه؟ آیا این متن وحیه؟ آیا اینجا خدا داره صحبت میکنه؟ یعنی وقتی که میگه زیر آسمان هیچ چیز تازه نیست وقتی میگه همه چیزها پر از خستگی است آیا این خدا داره الان حرف میزنه؟ این کلام کلام خدا هست؟ نه خودشون اول میگه چی؟ میگه کلام کی؟ نه؟ آها جامعه میگوید توی قسمت اول هم میگه کلام جامعه به داوود این سلیمانه که داره صحبت میکنه این سلیمانه که داره صحبت میکنه و وقتی شما این کتاب رو میخونید لزوما همش صحبت خدا نیست خب آیا هیچ چیز تازه روی زمین نیست؟ آیا اینطوره واقعا؟ نه خدا خودش میگه من خیلی چیزها رو چکار میکنم؟ خیلی چیزها رو نو میکنم خیلی چیزها رو تازه میکنم وقتی شما این کتاب رو میخونید یک نوع افسردگی توش هست یک نوع یعنی نگاه یک انسانیه که رابطهش با خدا یه مقدار چیه؟ یه مقدار الان در رابطه خیلی خوبی با خدا نیست خدا رو قبول داره ولی مثل این که اون تر و تازگی اون, اون هدفی که خدا برای زندگی داره اون, اون مکاشفهی که خدا داره برای اینکه ما بدونیم که زندگی معنا داره زندگی باطل عباطل نیستش به این معنا اگر بخوام به معنای مطلق بهش نگاه بکنیم پس میخوام اینطور بگم میخوام بگم که ما نمیتونیم همه کتاب های کتاب مقدس رو چکار بکنیم همینطور مستقیم به عنوان وحی در نظر بگیریم و دوچار اشتباه بشیم بعضی موقع ممکنه ما یه کتاب مثلا باز کنیم یه آیه بخونیم ببین خداوند من هدایت کن بعد یه آیه میخونیم و فکر میکنیم این داره خدا داره حرف میزنه اینجا در خدا حرف نمیزنه من با یه نفر صحبت میکردم که دیدم خیلی افسرده است دیدم خیلی چیزه نه بعد نگاه کردم دیدم که کتابهای خیلی صادق هدایت و کتابهای اه... کامو و کافکا و اینا اونجا داره و خیلی مرگ و مردن و اینجور حرفا و بعد چیز شدم نگران شدم شروع کردم باش صحبت کردن که اینا چیه چرا اینا رو میگه آره من اصلا متوجه شدم که زندگی اصلا چیز نیست و این نیست و واقعا من واقعا منتظرم که فقط برم پیش خداوند و شروع کردم سوال کردن که چرا این شخص اینطور صحبت میکنه و گفت یه مقدار که صحبت کردم گفت آره کلام خدا اینطور میگه بعد آخر سر گفت من واقعا کتاب جامعه اینقدر این کتابو من دوست دارم اصلا تمام اصلا از کتاب جامعه من الهام میگیرم یه دفعه اصلا گفتم چطور خواهر این که فقط جامعه که نیست تازه حرفایی که تو جامعه هست شما نمیتونی اینها رو چکا کنی؟ بگی اینا صحبت های خداست اینا صحبت جامعه هست سلیمان و ما میدونیم که سلیمان در اواخر زندگیش چیه؟ در اواخر زندگیش رابطهش با خدا رابطه خیلی درستی؟ نبوده و خدا اجازه داده این کتاب خیلی جالب توی کتاب مقدس باشه و از اون داره به ما پیغام میده ولی پیغامش چیه؟ آیا پیغامش اینه که دونه بدونه کلماتش ما باید کلام خدا یعنی کلمه حرفای خدا تلقی کنیم نه خدا میخواد در این کتاب به ما بگه که اگر ما رابطمون با خدا خراب شد اگر ما خدا رو از صحنه زندگیمون بیرون گذاشتیم اون موقع همه چیز چی میشه بی میشه اون موقع همه چیز پوچ میشه اون موقع همه چیز آره اون موقع این حرفا درست از کار در میاد ولی باید درست تفسیرش کنیم باید متوجه باشیم که هر چی تو کتاب مقدس میخونیم هر چند الهامه ولی وحی نیست اگر ما جامعه رو وحی تلقی کردیم در تفسیرش دچار اشتباه میشیم شما میدونید تو کتاب مقدس پس در نتیجه اینه تو کتاب مقدس هرچند همش الهامه هرچند تمامش کلام خداست ولی معنیش این نیست که هر کلمه ای که تو کتاب مقدس هست یا هر آیه ای که تو کتاب مقدس هست حرف خداست معنیش نیست تو کتاب مقدس حرفای دیگران هم هست که همشون هم درست نیست مثل چی مثلا حرفای دوستای عیوب نه؟ توی کتاب عیوب که شما نگاه می کنید می بینید که گفتگوه بین عیوب و دوستای عیوب دوستای عیوب خیلی چیزا میگن نه؟ و خیلی ها من دیدم مثلا یه می میبینی کتاب عیوب باز می میکنن یکی از صحبت های جا توی حتی من گاهی وقتا ممکنه یه نفر به اشتباه از اونجا موعظه کنه به عنوان کلام خدا یک قسمت از حرفای مثلا دوستای عیوبو به عنوان کلام خدا چیه عرضه بکنه بگه که بله اینطور داره میگه دستو که خود خدا بعدا میگه چی؟ میگه دوستای عیوب درست حرف نزدن در اشتباه بودن خودش وقتی شما کتاب عیوب میری جلوتر خود خدا حرفای دوستای عیوب رو رد میکنه پس ما نمیتونیم هر جای کتاب مقدس رو چشمسته باز کنیم نگاه کنیم بگیم خدا اینطوری گفت نه نگاه کن به مطر این حرف کیه؟ پس ببینید چقدر مهمه که ما بفهمیم الهام خدا بودن کتاب مقدس یعنی چی؟ میدونستی تو کتاب مقدس حرف‌های شیطان هم هست؟ ها؟ هست دیگه تو کتاب مقدس آیاتی هست که حرف خدا نیست حرف کیه؟ حرف شیطانه مثل کجا؟ آفرین شیطان با مسیح چیه؟ شیطان وقتی با مسیح صحبت میکنه وسوسش میکنه تو اناجیل هست میگه اگر پسر خدایی به این سنگا بگو تا نان شون این حرف کیه؟ آه؟ حرف شیطانه آیا الهام هست؟ البته که الهام هست آها. الهام هست کلمه به کلمه هم الهام هست و جز به کلام خدا هست ولی حرف خدا نیست. نیستش آها حرف خدا نیستش بس هرچی که تو کلام خدا هست الهام خداست ولی دونه دونش لزوما حرف خدا نیست در کل هست که وقتی ما درست تفسیرش کنیم حاویه کلام و پیام خدا به ماست و این خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم پس از همه این صحبت ها ما به این نتیجه خواستیم برسیم که الهامی بودن کتاب مقدس معنیش این نیست که تمامی کتاب مقدس وای هست بلکه معنیش چیه پس معنی درست الهام اینه که خدا به وسیله روح خودش همونطوری که توی تیموتائوس ما خوندیم توی پتروس ما خوندیم به وسیله روح خودش نویسندگان کتاب مقدس رو حتی گاهی وقتا بدونی که خودشون آگاه باشن ازش آه؟ پولس داشته نامه می برای قرنتیان شاید پولس اصلا تصورش نمی کرده که این نامش یه روزی بیا جزوه جزوه کتاب مقدس قرار بگیره آه؟ داشته نامه می نوشته البته رسول خداوند بوده البته با خدا را میرفته ها؟ ولی داشته نامه می نوشته ولی ما ایمان داریم وقتی میگیم که تا مقدس الهام خداست یعنی اینکه روح خدا که بر همه چیز میتونه کنترل داشته باشه جوری فکر و ذهن پولس و دیگران رو هدایت کرده تحت کنترل داشته حتی موقعیت های زندگی اونا رو تحت کنترل داشته وقتی لوقا پیام رو انجیل رو می وقتی میگیم انجیل لوقا الهام خداست یعنی این که روح خدا لوقا رو تحقیقاتش رو گفتگوهاش رو مصاحبه رو با مریم و دیگران همه رو چکا کرده تحت کنترل داشته تحت هدایت داشته به طوری که نتیجه نهایی یعنی وقتی که انجیل انجیل نوشته شد این انجیل وقتی که درست تفسیر بشه آها. وقتی که درست تفسیر بشه حاوی پیام خدا به انسان است. حاوی پیام خدا به ما هست این معنی درست الهامه که ما باید در نظر بگیریم یعنی دقیقا کلمه به کلمه همون چیزیه که خدا میخواسته نوشته بشه ولی لزوما کلمه به کلمهش حرف خدا مستقیمن نیستش درسته؟ پس کلمه به کلمه الهام خداست و یه نکته دیگه که اینجا یه نظریه اشتباهی دیگه هم که اومده بعضی فکر اینطور تعبیر کردن الهامو که الهام یعنی اینکه وقتی ما کتاب مقدس رو میخونیم با ما صحبت میکنه خدا البته وقتی ما کتاب مقدس رو میخونیم خدا با ما صحبت میکنه و ما اسمش گذاشتیم کلام زنده یا تو میاد خدا روح القدس با ما صحبت میکنه ولی توجه داشته باشیم از که معنی الهام این نیست الهام اون چیزیه که نویسندگان اولیه کتاب مقدس داشتن الهام یه چیزی مربوط به این کلام نه مربوط اون چیزی که خدا تو ما میکنه اونی که خدا میاد با ما از طریق روحش حرف میزنه وقتی ما کتاب مقدس رو میخونیم اونو در الهیات یه اسم دیگه‌ای ای براش میگذارن اونو بهش میگن تنویر آه؟ اونو بهش میگن تنویر اون بهش نمیگن الهام روح القدس میاد تنویر میکنه یعنی نور به ذهن ما میاندازه روشن میکنه ذهن ما رو روشنایی میبخشه به ما اسم این از نظر الهیات الهام نیست بلکه اسمش تنویر یا روشنسازیه رول قدوس میاد وقتی ما کتاب مقدس رو میخونیم ذهن ما رو روشن میکنه پس ما نباید تنویر رو با الهام اشتباهی بگیریم الهام یعنی اینکه لوقا و پولس و سلیمان و دیگران وقتی داشتن مطالبشون رو مینوشتن رول القدس اونها رو چیکار کرده نظارت کرده کنترل کرده هدایت کرده تا عینا اون چیزی که خدا میخواد نوشته بشه حالا اینجا دو تا در مورد گستره الهام دو تا نکته هست که من میخوام بهش اشاره بکنم که البته تو صحبت ها اومد یکی این که ما ایمان داریم مطابق با الهیات مسیحی که الهام کتاب مقدس فراگیر یا کامله در انگلیسی میگن Plenary انسپیریشن یعنی مقصود اینه که همه کتاب های کتاب مقدس و همه قسمت های این کتاب ها به یک اندازه الهام خداست یعنی هیچ استثنایی نیست وقتی ما میگیم تمامی کتب الهام خداست یعنی همش الهام خداست و همه قسمتاش الهام خداست و الهام هم درجه و اندازه نداره نمیتونیم بگیم مثلا یه جایی چیه یه ذره قلزت الهام چی شد کم شد یه جایی قلزت الهام زیاد شد نه همش به یه اندازه الهام هرچند که ممکنه همش به یه اندازه برای ما فایده نداشته باشه مثلا حرف شیطان مثلا یا یا چیزهای دیگه یا جاهایی هست که نسب است پس میزان مفید بودنش ربطی به میزان الهامی بودنش نداره تمام کتاب مقدس الهام خداست و این در مورد تمام کل چیه صادق است در مورد همه کتاب هایی که کلیسا پذیرفته صادق است دوم اینکه میگیم الهام لغوی است یعنی چی؟ مقصود اینه که الهام نه تنها کلیت پیام کتاب مقدس رو در بر میگیره بلکه همه اجزای اون رو هم شامل میشه نه فقط همه کتاب ها و کل کتاب مقدس الهامه بلکه تک تک کلماتش هم الهامه تک تک کلماتش هم الهامه یعنی خدا نظارت کرده که نه فقط کلیتش اونی باشه که خودش میخواد بلکه تک تک کلمه هم اونی باشه که خودش میخواد پس الهام هم کلیتش رو در بر میگیره هم جزئیاتشو رو در بر میگیره دو تا موضوع دیگه من اینجا میخوام اشاره بکنم بهش که خیلی مهمه یکی تحت عنوان قصور ناپذیری کتاب مقدس نامیده میشه میگیم کتاب مقدس قاصر نمیاد از هدف خدا یعنی هدفی رو که خدا براش داره کتاب مقدس اون هدف رو چکار میکنه اون هدف رو به انجام میرسونه من تا شرط داره اینجا من نوشتم یعنی کتاب مقدس وقتی درست تفسیر شود و انسان در برابر پیام آن واکنش درست نشان دهد قادر است هدف خدا را که نجات انسان و ایجاد رابطه بین او و خداست تحقق بباشد نه فقط قادر بلکه تحقق می بخشه به شرطی که درست تفسیر بشه اگر شما کتاب مقدس رو که صد درصد هم اعلام خداست بخونید ولی اشتباه تفسیر کنید لزومند نتیجهش چیه؟ اونی نخواهد بود که خدا میخواد پس اگر درست تفسیرش بکنین که تا مقدس قصور ناپذیره خود مقدس کوتاه نمیاد از انجام اراده خدا هدف خدا رو که نجات ما و رشد ما در ایمانه چکا میکنه؟ تحقق میبخشه به این میگن قصور ناپذیری و دیگری مفهوم مفهوم خطا ناپذیریه کتاب مقدس است و اونم خیلی مهمه و اون معنیش اینه که یعنی اینکه کتاب مقدس باز دقت کنید وقتی درست تفسیر بشه وقتی درست تفسیر بشه و با توجه به نیت اصلی اون تفسیر بشه مسون از خطا است این خیلی مهمه اگر ما کتاب مقدس رو یه دفعه اشتباهی تفسیر کردیم ممکنه نتایجی ازش بگیریم که اشتباه باشه ممکنه معنی اشتباهی از توش در بیاریم ولی اگر درست تفسیر بشه و اینجا نوشتم مطابق با نیت اصلیش تفسیر بشه نیت اصلی که تا مقدس چیه؟ نجات و برقراری پادشاهی خدا در زندگی انسان است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما رفتیم سراغی که تا مقدس میخوایم ازش زیستشناسی یاد بگیریم اگر ما رفتیم سراغ کتاب مقدس میخوایم ریاضیات مثلا جبر از توش یاد بگیریم و از توش چیزایی پیدا کردیم گفتیم این مطابق با مثلا علم ریاضی نیستش اینجا این مطابق با مثلا اون علم تاریخی که امروز مثلا ما داریم مردم میرن مثلا با میکروفون ضبط میکنن گزارش مثلا چیزها رو این با اون جور در نمیاد خب ما داریم کتاب مقدس رو مطابق نیت اصلیش تس 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 تفسیر نمی کنیم از توش اشتباه در میاریم درسته؟ پس کتاب مقدس وقتی که مطابق با نیت اصلیش که نجات ما، رشد ما و کامل شدن مرد خدا هست تفسیر بشه نتیجه درست قرار بردم بعد هم سوالش سوال شما تنویر همون حالا به اصل یونانی ریما میشه یا نه؟ منظورتون چیز دیگه هست از تنویر نه ریما وقتی که ریما می ما یه کلمه است برای کلام در واقع دو تا کلمه لوگوس هست و ریما هست اون یعنی کلام تنویر یه اصطلاح الهیاتیه وقتی که ما کتاب مقدس رو میخونیم درسته برای ما باز میشه برای ما اون آیه رورگرس کمک میکنه که برای ما روشن بشه اون مطلب یعنی اونو اسمشو میذاریم تنویر حالا اون که میگن ریما و این حرفا یه مقدار من زیاد هستم مطمئن نیستم که خیلی بشه روی این کلمات این چیزها رو بسا بنا کرد چون میخوام خیلی شینم که مثلا من کلام رو میخونم کلام برای من ریمان شد یعنی این منظورشون اینه که کلام برای من باز شد کلام روی من اثر گذاشت ولی من فکر میکنم این استفاده ای که اونا از این دوتا کلمه یونانی میکنن با عنوان لوگوس و ریما لزوما همیشه درست از کار در نمیاد ولی باید منظورشون رو درک میکنیم. منظور اینه و منظور درستیه وقتی که ما کلام خدا رو میخونیم کتاب مقدس رو میخونیم رول قدس باید ذهن ما رو روشن کنه تا بتونیم بفهمیمش بله البته تفسیر درست سر در جای خودش هست ما روح جای ما کار نمیکنه بایستی ما تفسیر هم بکنیم بینندگان عزیز امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه همه شما قرار گرفته باشه جزبه های این درس در وبسایت کلمه دات کام ایلام کالج موجوده و اگر سوالاتتون رو بخواید میتونید برای ما به آدرس الهیات کلمه دات کام ارسال کنید محبت و فیض مسیح با همه شما